بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کارهای بسیار خوبی که در دولت انجام شد در داروها بود که دلیل اینکه ما کلن تهیه تولید دارو رو از ارز تجزیه انجام میدادیم و ما به دلیل اینکه این دارو در کشور ارزان تهیه شد در نتیجه مقدار زیادی از دارو قاچاق شد. ما باعثی که 85 میلیون جمعیت رو دارو بدیم و نزدیک 400 میلیون نفر دارو بدیم. در جمعه های داروخانه های کشور عراق میرفتید، اگه پاکستان، افغانستان، همین همسایه ما میرفتیم داروهای ایرانی تو داروخانه هاشون بود در حال که هیچ کدوم صادر نشده بود، ولی اینا همه قاچاق بود. از طرف دیگه چون اختلاف بین ارز تجدیدی و ارز نیمایی وجود داشت، پیش فاکتورهایی که بعضی از اینها رو میدادن پیش فاکتورها واقعی نبود، چون میخواستن که از اون ارز ترجیح استفاده کنن. مثلا یه داروی شیعه یه چیز که مثلا 1000 دلار بود 2000 دلار پیش فاکتور بدن و 1000 دلارش معلوم نشد به کجا میرن. این بود که ما برای اینکه این واقعا پولی که دولت میده دست مصرف کننده واقعی که مردم هستن برسن، با نظری که مجلس محترم شورای اسلامی داد و این اجازه رو داد که ما اختلاف ارز تجدیدی و ارز نیمایی رو بدیم به بیمه ها، بیمه ها پرداخت کنن، این بود که در داروها شروع شد. در داروها متکیه بر نسخه الکترونیکه، یعنی اگه یک پزشکی نسخه الکترونیک ننویسه نمیتونه از بیمار از تر داروها استفاده کنه و در این تر به این شکل هستش که تمام داروها قیمتاشون مشخصه و بیمار که مراجعه میکنه به داروخانه، اگر که مثلا 500 هزار تومان پول داروش بده باشه، مثلا 450 هزار تومانش رو دولت میده، 50 هزار تومان خودش بده و فاکتور اینا در کل کشور یکسانه و در واقع به یک شکلی داده میشه. این توی کالای اساسی موفق ترین تر رو میتونم بگم که تر داروان بوده که انجام شده. ولی خب ما مشکلاتی هم داریم، به هر حال وقتی که ما در شرایطی هستیم که میخوایم که از این ارزی که از این اختلاف ارزی که بین تجدیدی و نیمایی وجود داره مردم استفاده ببرن، ما در مقابل ما مافیای دارو و مافیای تجهیزات وجود دارن که متاسفانه اینها به شدت و بالاخره به هر شکل ممکن مقاومت میکنن، ولی ما فکر میکنیم که این طرح رو باید تا انتها ادامه بدیم و از اون طرف هم باعثی که اون مراجع که در اصل تولید دارو کار میکنن، شما میدونید که ما هیچ کدوم ما تولید دارو نمیکنیم، دو بار بهتاش در واقع یک تنظیمگره، یه رگولاتوره، تولید کننده نیست. تولید رو بیشتر جای دیگه انجام میدن. تامین اجتماعی شاد حدود 40-50% دارای ما رو تولید میکنه توی تیپیکو یا بعضی از بانک ها مثل بانک ملی توی شفا یا بعضی از نهادهای دیگه مثل برکت و باعثی که به سمتی بریم که انشالله اینها تولیدات خودشون رو با تجربه نیاز مردم بتونن که به دفعه اصلا انجام شد.